این هفته دوچرخه، کشتی، ربات و فروشگاه. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. در یک سال گذشته علاقه‌مندان به دوچرخه سواری تعدادشون افزایش پیدا کرده، ولی همزمان با اینکه تولید کنندگان دوچرخه دارن تلاش میکنن تا از افزایش تقاضا در بازار خودشون عقب نندازن، جرایم مربوط به دوچرخه هم پا به پای رونق دوچرخه سواری رکاب زده. تام رادا گزارشگر کلیک رفته سراغ آخرین فناوری‌هایی که میتونن از دوچرخه‌هامون محافظت کنن. منم مثل خیلی از آدمایی که توی یه شهر بزرگ زندگی میکنن، دوچرخه زبون بسته خودم رو بیرون خونه قفل میزنم و به حال خودش رها میکنم. متاسفانه این مسئله در 12 ماه گذشته توجه کسایی که نباید رو جلب کرده. همه چیز عادیه غیر از وایسا ببینم فرمونش کو، کابل ترمزش هم بریده شده. دردسر شخصی من با دوچرخم من رو به فکر انداخت و با خودم گفتم آیا فناوری وجود داره که بتونه از دوچرخم مراقبت کنه؟ اول از همه این حسگر حرکتی هشدار دهنده رو دیدم. این کینوئیه، یه دستگاه نسبتاً ساده. با این کابلا این دستگاه رو به پایه زین دوچرخه وصل می‌کنید. بعد با این کنترل از راه دور سامانه هشدار دهنده رو تنظیم می‌کنید. اگه کسی بخواد دوچرخه رو جابجا کنه صداش در میاد. بلندی صداش بیش از 100 دسیبل. اگه بار اول دوچرخه رو جابجا کنین دستگاه هشدار میده. Then it gives off a single warning. اگه دوباره دوچرخه رو ظرف 10 ثانیه تکون بدین صداش در میاد و حدود 1 دقیقه هشدار میده. و اگر جابجا کردن دوچرخه رو ادامه بدین صدای هشدار ادامه پیدا میکنه. و چی میشه اگه کسی با دوچرخه بزنه به چارج؟ ما میخوایم با دوچرخه فرار کنیم. ارزشش رو نداره. با قیمت 25 دلار به گمونم دستگاه خوبی برای جلوگیری از دزدیه. باتری های این دستگاه قابل شارژ نیستن و بعد از چند ماه باید عوضشون کنیم. و اگه یه دزدی واقعا بخواد دوچرخه رو بدزده میتونه با بیرحمی دستگاه رو از کار بندازه. شاید این فکر خیلی خوبی نباشه. و اینطوری میشه این کارو کرد. دستگاه بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم سکان کلاکه. از اسمش پیداست چی کار میکنه. سازنده‌هاش میگن این تنها قفل دوچرخه در جهانه که به معنی واقعی کلمه با دوست‌ها دست و پنجه نرم میکنه. وسط این لوله فولادی یه محفظه خالیه که گاز فشرده اونجا تزریق شده. سازندگان این قفل دوچرخه میگن اگه حدود 30% این لوله رو برش بزنین گاز فشرده میپاشه بیرون و بوی گند این گاز به تنهایی کافیه تا دزد بدکار رو فراری بده. بذارین آزمایش کنیم. این بوی بد خیلی حال به هم زنه. خیلی بوی گندیه. مطمئن نیستم این بو منو فراری بده، اما هرچی میگذره نظرم عوض میشه. مشکل این قفل اینه که بقیه جایی که قفل نشدن مثلا چرخ جلو امن نیست. از اون طرف گاز بدبو که خارج شد دوباره نمیشه پرش کرد و وقتی یه بار قفل برش خورد به یه قفل جدید نیاز داریم. در آخر ما اینجا یک کیت داریم که ترکیبی از فناوری‌هایی که قبلا دیدیم. اسم این کیت هست ونموف S3. اول از همه این که این گفت تو خود دوچرخه کار گذاشته شده. این دکمه کوچیک نقره‌ای رو اینجا می‌بینین. اگه یه ضربه بهش بزنین دوچرخه بی حرکت میشه و هشدارهای داخلی فعال میشن. کمی شبیه کینوئیه. اگه دوچرخه رو جابجا کنین این دزگیر با صدای بلندی هشدار میده و هرچی بیشتر با دوچرخه ور برین صدای هشدار هم بلندتر میشه تا وقتی که دوچرخه در حالت دزدی قرار میگیره و اینجاست که فکر میکنم داستان خیلی جالب میشه چون خدماتی که بهتون میده واقعا اطمینان بخشه.
I'm a bike hunter for Vanmoof. من شکارچی دوچرخه‌های دزدیده شده هستم و برای شرکت دوچرخه سازی ونموف کار می‌کنم. اگه دوچرخه ساخت این شرکت رو بدزدن دنبالش می‌گردم. روی دوچرخه سامانه ردیابی هست که من می‌تونم روی یه اپلیکیشن منطقه‌ای که دوچرخه قرار داره رو پیدا کنم و توی اون منطقه دنبالش بگردم. اون احساس اطمینان بخش اینه که اگه دوچرخه‌تون رو بدزدن و ما نتونیم ظرف دو هفته پیداش کنیم، شرکت ونموف یه دوچرخه نو بهتون میده. از خوششانسی یه دوچرخه دزدیده شده داره این نزدیکی میچرخه. ما پریدیم رو دوچرخه هامون و شکار دوچرخه شروع شد. امیدواریم بتونیم دوچرخه ونموف رو پیدا کنیم. البته مثل گشتن دنبال سوزن توی انبار کاهه. اصلا کار لذت بخشی نیست. بعضی وقتا وقتی دوچرخه ها دزدیده میشن توی کوچه پس کوچه ها آفتابی نمیشن. خب ما این محدوده رو جستجو کردیم. اینجا یه عالمه خونه است. باید دایره جستجومون رو تنگتر کنیم تا بتونیم اونو پیدا کنیم. همه چی طبق برنامه پیش نرفت. برای دوچرخه‌ای که قیمتش حدود 2800 دلاره کمی ناامید کننده است. اما سامانه دوچرخه‌ها پیشرفته تر شده. آخرین مدل دوچرخه ساخت شرکت ونموف به سامانه جستجوگر اپ فایند مای اپل مجهز شده. با وجود میلیون‌ها میلیون دستگاه اپل، ردیابی موقعیت مکانی میتونه خیلی دقیق تر باشه. بعد از آزمایش این فناوری‌ها میخوام بدونم کارشناسا چی فکر میکنن. من عاشق فناوری‌ام. هر چیزی که بتونه کمک کنه تا جلوی جرائم رو بگیریم مثل موسیقی برام گوشنوازه. خیلی از شرکت‌ها میان و میگن ببین ما این پیشرفته‌ترین فناوری رو داریم. ما یه جورایی نقش هیئت بررسی رو بازی می‌کنیم. کاری که میتونیم بکنیم اینه که تولیدات اونا رو بررسی کنیم و یه کمی هم بهشون مشاوره میدیم که آیا اون محصول مناسبه یا نه. من خودم بعضی از این دستگاه‌ها رو خریدم، اما می‌دونید بهترین راه حل برای جلوگیری از جرم اینه که دوچرخه‌ام رو قفل بزنم و هر روز با خودم ببرمش خونه. هر کدوم از این دستگاه‌ها خوبی و بدی خودشون رو دارن و کلی دستگاه دیگه هم تو بازار هست. شوربختانه شما نمیتونین ایمنی دوچرخه رو 100% تضمین کنین، اما استفاده از این فناوری‌ها میتونه یه لایه امنیتی اضافه کنه و یکم آرامش خاطر بیشتری بهتون بده. این ماه برای نخستین بار یک کشتی تماماً خودکار که توسط گروهی در پلیموس انگلستان ساخته شده تلاش میکنه تا از عرض اقیانوس اطلس عبور کنه بدون اینکه کسی سوارش شده باشه. کلیک به دیدار این گروه سازنده رفته که برای عملی کردن این پروژه کلی کار علمی جدی انجام دادند. لحظه ای که میفلاور 400 برای آخرین بار پیش از سفرش به آب انداخته شد، سفری خلاقانه به اون طرف اقیانوس اطلس، به ایالت ماساچوست در شرق آمریکا. یک کشتی با همین نام میفلاور 400 سال قبل با بیشتر از 100 مسافر از جنوب بریتانیا به آمریکا رفت. اما توی این قایق میفلاور هیچ انسانی نیست. 4-5 سال قبل داشتیم توی جلسه غیر رسمی راجع به این حرف می‌زدیم که چطوری مراسم 400مین سال سفر کشتی میفلاور رو برگزار کنیم. صحبت هایی شد که بیام یه ماکت کشتی بسازیم. حرف من این بود که بیام یه کاری بکنیم که 400 سال دیگه راجع بهش حرف بزنن. منظورم ساختن کشتی های بدون سرنشین برای پژوهش های دریایی بود. این قایق طوری طراحی و ساخته شده که هیچ سرنشینی نداشته باشه. اگرچه میشه اون رو از راه دور کنترل کرد، اما سازندگانش امیدوارن وقتی از بندر خارج شد سفر 5600 کیلومتریش رو به طور خودکار انجام بده و تبدیل به اولین کشتی بزرگی بشه که به طور مستقل و خودکار عرض اقیانوس اطلس رو طی کرده. این کشتی باید بتونه کاملا بدون دخالت انسان مسیرش رو طی کنه. شما فقط بهش مبدا و مقصد رو میدین، مثلا از بندر پلیموث در بریتانیا برو به ماساچوست در آمریکا. بعد این کشتی میاد وضع آب و هوا رو ارزیابی میکنه، شرایط خودش رو بررسی میکنه و با دوربین ها، رادار ها و نرم افزار های پیشرفته ای که داره میتونه همه چیزهای اطرافش رو ببینه. این قایق با هدایت گروهی در بندر پلیموث همراه با مهندسی نرم افزار شرکت IBM از رادار استاندارد و سامانه GPS برای رفتن به اون طرف اقیانوس اطلس استفاده میکنه. غیر از این تجهیزات 6 دوربین روی دکل قایق نصب شده که با سامانه تشخیص تصویر هوش مصنوعی کار می‌کند. این سامانه بیش از 1,000,000 داده تصویری داره تا به عنوان چشم قایق کمک کنه که از کشتی‌هایی که بهش نزدیک میشن یا خطرهای احتمالی پرهیز کنه.
اما فناوری که این قایق بهش مجهز شده کارش بیشتر از هدایت و راهنمایی برای گذر از اقیانوسه. این فناوری به قایق کمک میکنه که در آبهای اقیانوس آزمایش‌های علمی انجام بده. این قایق به فضای ذخیره غذا و آب آشامیدنی و خوابگاه خدمه نیازی نداره. همه مساحت قایق برای نصب تجهیزات علمی استفاده میشه تا بتونه در طول مسیر اطلاعات علمی گردآوری کنه. با تجهیزات علمی که توی این کشتی وجود داره ما میتونیم آزمایش‌های علمی خوبی انجام بدیم. کارهای مثل بررسی جمعیت پستانداران دریایی با استفاده از داده‌های شنیداری. همچنین استفاده از دستگاه جدیدی که به عنوان یک زبان هوشمند یا یک زبان الکترونیکی عمل می‌کنه تا مشخصات ترکیبات شیمیایی آب دریا رو گردآوری کنه. همینطور انجام آزمایش‌های هیجان‌انگیزی برای بررسی سطح دریا و ارتفاع موج‌ها. جایی که این کشتی میره یک مکان خطرناک در دریاست. خیلی جاهای پرت و دور افتاده در اقیانوس هست که نمیتونیم آدم‌ها رو اونجا بفرستیم. کار این کشتی برای درک کامل علمی ما از اقیانوس اهمیت خواهد داشت. همه این کارها در عمل خوبند، اما وقتی این قایق توی دریاست آیا میتونه بدون کمک حرکت کنه و مسیرش رو پیدا کنه؟ همینطور که داشت به قایق‌های دیگه نزدیک میشد با یک نیروی نامرئی فناورانه راهش رو کج کرد تا به اونها برخورد نکنه. بعد از چند دقیقه شما تقریبا یادتون میره که این قایق خودگردانه. ما این طرح رو ادامه میدیم. این فقط یه سفر نیست. وقتی به اون طرف برسه دستاورد بزرگیه. ممکنه این مسیر رو برگرده، شاید به سفرهای پژوهشی بره. ما میخوایم این کار الهام بخش دیگران باشه تا به فعالیت‌های علمی و اکتشافی ادامه بدن. نمیخوایم مردم فکر کنن همه کار رو انجام شده، چون واقعا انجام نشده. این هفته هواوی در تلاش برای خلاصی از سلطه نرم افزاری گوگل بر گوشی‌های همراه از سیستم عامل خودش هارمونی او اس رو نمایی کرد. اتحادیه اروپا و بیل گیتس اعلام کردند مشترکاً 1 میلیارد دلار برای تسریع و تشویق فناوری‌های پاک و سازگار با محیط زیست هزینه می‌کنند. و ایبی امکان استفاده از پیپال برای دریافت پول اجناس توسط فروشندگان رو حذف کرد. از این به بعد پول مستقیماً به حساب بانکی فروشنده واریز میشه. بزرگترین عرضه کننده گوشت دنیا هدف حمله سایبری قرار گرفت. در پی هک شبکه‌های رایانه‌ای JBS، فعالیت این شرکت در استرالیا، کانادا و ایالات متحده به طور موقت متوقف شد. این حمله باج افزاری میتونه به کمبود گوشت یا افزایش قیمت برای مصرف کنندگان منجر شه. یک پهپاد از سقوط خودش به درون جریان گدازه آتشفشان فیلم گرفت. این اتفاق در جنوب غربی ایسلند رخ داد، جایی که یوتیوب و جوی هلمز، خلبان پهپاد، داشتن از آتشفشانی که از مارس 2021 در حال فوران فیلم می گرفتن. و در پایان این شما و این رباتی که اداتون رو در میاره. دانشمندان در دانشگاه کلمبیای نیویورک با استفاده از یادگیری عمیق به ربات اوا یاد دادن تا حالات چهره افراد رو تقلید کنه. اوا میتونه 6 حس اصلی عصبانیت، انزجار، ترس، شادی، غم و تعجب رو نشون بده. هدف این فناوری ایجاد اعتماد بین انسان و ربات‌هایی که در محیط‌هایی مثل بیمارستان‌ها، مدارس یا خانه‌ها باهاشون کار می‌کنن یا ازشون نگهداری می‌کنن. در یک سال گذشته زندگی بسیاری از ما به خاطر همیگیری ویروس کرونا دستخوش تغییر شده. یکی از بخش‌هایی که خیلی تحت تأثیر قرار گرفته و در آینده ممکنه خیلی تغییر کنه خرید کردنه. گزارشگر کلیک لارا لوینگتون نگاه انداخته به یک فروشگاه هوشمند آینده. خرده فروش ها مدتی دارن تلاش میکنن تا خرید اینترنتی رو با تجربه خرید حضوری ترکیب کنن. این چیزیه که مردم واقعا میخوان. اینجا تو این فروشگاه به اسم کورنر شاپ چند تایی در رو آزمایش کردن. وقتی وارد فروشگاه میشین یه سامانه تشخیص که با بلوتوث کار میکنه شما رو از راه تلفنتون شناسایی میکنه که اونو به طور مؤثری تبدیل به دستگاه کنترل از راه دور در فروشگاه میکنه. الان اومدم به پیشخوان مواد غذایی. میتونستم هر چیزی رو که میخواستم تو اپلیکیشن از قبل انتخاب کنم و فقط بیام اینجا و جنسایی رو که خریدم بردارم. اما میخوام یه گشتی بزنم و ببینم چی دلم میخواد. بعد میتونم خریدم رو روی این نمایشگر رو انجام بدم و یا با اپلیکیشن گوشیم خرید کنم.
سود یه قفسه کوچیک مثل این خیلی زیاد نخواهد بود، اما وقتی این فروشگاه ماه آینده در لندن دراشو به روی خریدارو باز کنه، قراره به محلی برای آزمایش خیلی از فناوری‌های خرده فروشی تبدیل بشه تا با حفظ رضایت مشتریان فعلی محدودیت‌ها رو که توی فروشگاه‌های معمولی هست برطرف کنه. این در واقع با یه اپلیکیشنی کار میکنه که موقعیت مکانیتون رو تشخیص میده. این کار از طریق ترکیب بلوتوت با چراغ‌ها و حسگرهای راهنما عملی میشه تا ایده فروشگاه دیجیتالی حضوری رو اجرا کنه. بنابراین با ترکیب این دو تیکه اطلاعات، گوشی هوشمندتون دقیقاً میفهمه دارین به چه جنسی توی فروشگاه نگاه میکنین، چه اون محصول رو بخواین چه نخواین. ما در حال اجرای مدل‌های کامپیوتری زیادی هستیم که چگونگی تجربه افراد رو توی فروشگاه‌ها نشون میده. ما میتونیم از سلیقه و رفتار مشتری‌ها یاد بگیریم و تجربه‌ای رو که اونها از نقاط تماس فروشنده و مشتری دارن تغییر بدیم. فقط از این فرضیه ساده استفاده نمی‌کنیم که چون شما فلان محصول رو خریدید پس ممکنه از فلان جنس هم خوشتون بیاد. ما ترکیبی از علائم و نشانه‌های مختلف رو دریافت می‌کنیم. اینجا یه نمونه کوچیکی از کشت عمودی هم هست. میتونین یه برگ نعنا رو بخرین به قیمت 4 سنت. اینطوری اون مقداری رو که دقیقاً می‌خواید می‌خرید و حیف و میل هم نمیشه. بهترین راه خرید سازگار با محیط زیست. فقط در یخچال باز می‌کنم، یه برگ نعنا رو می‌کنم. خب مجبورم از این پاکت استفاده کنم برای یه برگ نعنا. مطمئن نیستم این کار چقدر درسته، اما به هر حال شیوه کار فعلا اینطوریه. اینو میذارم توی جیبم. نگران نباشین، هر چیزی که برمیدارم به طور خودکار از حسابم کم میشه. لازم نیست نگران این موضوع باشین. اینجا ما یه صفحه داریم که از قدرت بینایی کامپیوتر استفاده میکنه تا ببینه توی فروشگاه اوضاع چطوره. این به کارکنان فروشگاه کمک میکنه تا اگه مشکلی هست برطرف کنن. مثلا اگه مشتری‌ها خیلی نزدیک به هم ایستاده باشن یا در جایی از فروشگاه محصولات مایه رو زمین ریخته شده باشه. افرادی که اینجا کار خواهند کرد فقط کارکنان معمولی فروش نیستن. در این تجربه نکته اصلی استفاده از داده هاست. فرایند خرید از اینترنت شروع میشه و به اینجا ختم میشه یا برعکس. اما هدف شفافیته. مشتری باید درک کنه که در برابر اطلاعاتی که به فروشنده میده چی به دست میاره. وقتی مشتری‌ها وارد فروشگاه میشن، یه جور گفتگوی آزاد بین ما و اونها شکل میگیره. شما فلان اطلاعات رو با ما همرسانی میکنید. اطلاعات موقعیت مکانیتون رو همرسانی میکنید و ما در مقابل این کار رو براتون انجام میدیم. وقتی وارد فروشگاه میشید، تشخیصتون میدیم. شما عکس سلفیتون رو به ما میدین، ما هم میذاریم با خیال راحت پوشاک ما رو امتحان کنید. بعد همه این اطلاعات رو با نمایشگرهای فروشگاه همرسانی میکنیم و به مردم نشون میدیم که یه فروشگاه هوشمند از شما چی یاد میگیره و چی یاد نمیگیره. اما اگه این داده ها رو از یه فروشگاه مفهومی به یه فروشگاه عادی بیارین، ممکنه برای همه خوشایند نباشه. اگه مشتری ها شیوه کاری یه فناوری رو درک نکنن و به کاری که در پس زمینه انجام میده اعتماد نکنن، ممکنه بترسن که باهاش وارد بدهوبستان بشن و باهاش همراه بشن. بنابراین خرده فروش ها باید واقعا در این زمینه شفاف باشن و بگن که هدفشون از استفاده از فناوری چیه و چطور ازش استفاده میشه. و احساس میشه بعضی از این ایده ها بیشتر از بقیه مهمون ناخونده هستن. در بخش مورد علاقه من، یعنی قهوه بدون لمس، شما مشخصات قهوه‌ای رو که دوست دارین توی حساب کاربری مشخص می‌کنین و بعد که وارد شدین تنها کاری که باید بکنین اینه که دکمه رو بزنین. قهوه دلخواه شما درست میشه و پولش هم از حسابتون کم میشه. فقط امیدوارم قهوه خوبی باشه. و حالا در بخش پوشاک، سامانه پروف بدون پوشیدن لباس از نرم افزاری خاص استفاده می‌کنه. ما چند ماه پیش این اپلیکیشن رو آزمایش کردیم. شما میتونین خودتون رو توی لباسی که دارین امتحان میکنین تجسم کنین و بهتون تصویر خوبی از این میده که لباس چطور تو تنتون میشینه. اگه بخوام این لباس رو امتحان کنم، کد روی لباس رو سکن میکنم. اپلیکیشن از قبل تصویری مجازی از من ذخیره کرده و میتونم بدون اینکه اونو به تن بزنم روی خودم امتحان کنم. بفرمایید. گردنم خیلی دراز به نظر میرسه. اما فرقی که این روش با خرید اینترنتی داره اینه که من جنس پارچه لباسی رو که میخوام بخرم لمس میکنم و میتونم ببینم لباس چطور رو تنم میشینه. اگرچه ممکنه راحت تر باشه که لباس رو توی اتاق پرو امتحان کنم. فکر نکنم این لباس بهم بیاد، اما امتحان کردنش خوب بود به هر حال. اینجا بحث راجب ایده های فناوری نیست. هدف اینه که یاد بگیریم مشتری ها از فروشگاه های آینده چه انتظاری دارن و چی نمیخوان. همزمان با همه‌گیری کرونا، صحبت‌های بسیاری شد از استفاده از ربات‌ها به عنوان پیک‌های تحویل‌دهنده غذا در مغازه‌ها و همینطور کارخونه‌ها. به همین بهانه به دیدار انباری رفتیم در جنوب لندن که در این حوزه کاری کردند، کارستان.
همزمان با همه‌گیری کرونا و خونه نشین شدن آدم‌ها، شرکت خرده فروشی اوکادو برای تحویل به موقع مواد غذایی فعالیت خودش رو گسترش داد. ما به دیدن یکی از بزرگترین انبارهای این شرکت رفتیم. این شرکت 3 سال پیش کارش رو شروع کرد و سالی 1 میلیارد دلار مواد غذایی تحویل مشتری‌ها میده. پشت این فعالیت‌ها فناوری اوکادو قرار داره و هزاران ربات ساخت بریتانیا که به سراسر جهان صادر میشن روزی 20 ساعت اینجا کار میکنن. اسم اینجا کندوه. برای این بهش میگن کندو چون ربات‌ها مثل گله زنبور عسل مشغول کارن. این ربات‌ها با یک مغز هوش مصنوعی کنترل میشن. 2400 ربات به سرعت در حال گردآوری سفارش مشتریان و در مقایسه با انسان خیلی سریع‌تر کار میکنن. هر ربات میتونه کار جمع‌آوری 50 کالا و محصول رو ظرف 5 دقیقه انجام بده. اینجا حدود 50 هزار کالا در 2 بخش ذخیره شدند. یک بخش محصولات سرد و یک بخش کالاهای دمای محیط. هر بخش به اندازه 3 تا زمین فوتبال مساحت داره و در هر محفظه کالاها به اندازه عمق 21 جعبه ذخیره شدند. از این نظر که ربات‌ها چطور می‌دونن دارن چه کار می‌کنن، ما ذهن کندو رو داریم که محل دقیق همه کالاهای انبار رو می‌دونه و 10 بار در ثانیه حرکت هر کالا رو گزارش و برنامه‌ریزی می‌کنه که کدوم ربات کجا بره، چه کالایی رو برداره و اون کالا رو کجا ببره. خود ربات‌ها هوش زیادی ندارن، اونها برای اجرای دستورات به ذهن کندو اعتماد می‌کنن. ربات‌ها همچنین به اتاق فرمان وابستند. در هر نوبت کاری 3 نفر توی اتاق فرمان کار میکنند و هر اشکال فنی رو به سرعت برطرف میکنند. گاهی ربات ها خطا میکنند. ما رباتی رو که اشتباه کرده پیدا میکنیم و باهاش حرف میزنیم. مشکل رو برطرف میکنیم و ربات رو برمیگردونیم به کار. بنابراین زمان خاموشی نداریم. هر رباتی 60 کیلومتر راه میره. حرکت مجموع ربات ها مسافتی بیش از 3.5 برابر دور کره زمینه. اما هنوز انسان نقشی حیاتی در بسته‌بندی سفارش مشتریان داره، گرچه هوش مصنوعی میتونه این کار رو هم مدیریت کنه. این همون جایی که ربات‌ها برای کار توی شرکت طراحی میشند. این ربات برای همکاری با کارگرهای انسانی طراحی شده. اون داره سفارش مشتری‌های واقعی رو انجام میده و میخواد با استفاده از دوربین‌ها، حسگرها و هوش مصنوعی مواد غذایی رو بذاره توی این پاکت‌ها. کاری که ربات‌ها فعلا باش مشکل دارن کار با مواد ظریفی مثل میوه هاست، اما در بخش پژوهشی دست‌هایی با اون توانایی طراحی شدند. چند وقت پیش بخش فناوری شرکت اوکادو 14 میلیون دلار روی راه‌اندازی خودروهای خودران آکسبوتیکا سرمایه‌گذاری کرد. این کار تجربه رباتیک از کارخونه تا آشپزخونه رو 1 گام به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنه. خب به پایین برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی ما اونجا در دسترس هستن. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.